بحث جنجال برانگیز حکومت فراگیر در افغانستان و تلاش ها برای گسترش روابط میان کابل و تهران. در ادامه تلاش های دو کشور برای گسترش روابط میان هم، روزی گذشته وزارت خارجه کشور از برگزاری نشست زیر نام دولت جدید ایران و فرصت های روابط کابل و تهران به هدف توسعه روابط میان دو کشور خبر داد. بر اساس آگاهی نام این وزارت، جعفر مهدوی از سخنرانان اصلی این نشست، تغییر حکومت در ایران را فرصت جدید برای گسترش روابط میان دو کشور دانسته و تاکید کرده است که دولت فراگیر در افغانستان غیر عملی و ناپذیرفتنی است و ایران از مسئله حکومت فراگیر در افغانستان بگذرد. موردی که آقای مهدوی آن را رد کرده و گفته است که سخنانش دستمای تبلیغات شده است. صحبت هایم در صفحه معاون سخنگوی وزارت خارجه به اختصار آمده و به طور کامل به نشر نرسیده و دستمایه سوی برخی از افراد بیمار و مغرض گردیده است. نظر شخصی من این است که طرح حکومت همشمول از سوی کشورها و سپس ارائه لست افراد مشخص و معلوم الحال فاسد که بخشی از سیستم و نظام فاسد گذشته بوده، نه تنها از سوی امارت اسلامی بلکه از سوی مردم افغانستان هم مردود است. حکومت بر اساس قانون است که هر افغان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن میته، این برمیگرده به ابتکار عملش در دست گروه حاکم و ای که در این مورد کدام کشوری اگر بر افغانستان گوش زده میکنه یا داوری میکنه، ای از لحاظ حقوقی مداخله گفته نمیشه، ای حقوق بنیادین بشر است. این در حال است که معاون وزیر خارجه ایران مسئله حکومت فراگیر را در افغانستان مسئله ملی و داخل این کشور دانسته و گفته است که ایران در جستجوی یک حکومت باثبات در همسایگی خود است. به خاطر حفظ و تداوم بخشی منافع ملی هر دو کشور نیاز است که هم جمهوری اسلامی ایران و هم حکومت سرپرست یک نگاه مثبت و اعتماد محور نسبت به هم دیگر داشته باشند و بحث حکومت همشمول و فراگیر یک مسئله داخلی است که بهتر است که به خود افغان ها ارجاع بشه. دو طرف در حال برگسترش روابط میان هم تاکید دارند که به تازگی سازمان حقوق بشر ایران از اعدام 20 افغان در 7 ماه گذشته توسط حکومت آن کشور خبر داده است.